درود میفرستم بر روان پاک بانوی مبارز رای آزادی برای زنان افغانستان. هموطنان عزیز، سخنانی که قابل شخصیت محترم عنایت لطف‌زاد بود، همه را ارجمندی ها و کسانی که با عقیده و شخصیت زور یک جا بودن بیان کردن، و ما فکر میکنم که وقت بسیار کم است. ای کاش بدون رفاق ازبی برای کسانی که بی‌طرفانه خانم لطف‌زاد دوست داشتن و از سر تا سر شهرهانی بلکه از کشورها امروز تشریف آورده بودن که در موردشان و شخصیت والایشان صحبت میکردن، فکر میکردم کار به جایی بود. خوب، به هر صورت ما به نمایندگی از هنرمندان افغانستان که کوچکترین هنرمند و سرایندی زن افغانستان آمدیم، چون هنرمندان درگیر بعض کارها بودن و من لازم دیدم که این غم با این عزیزای خود شریک بدانم. و واقعا دکتر هنایتا لطف‌زاد کسی هست که بالاتر از این ستایشگاه هست. تابوت مرا سوی وطن برده و گوید، تابوت مرا سوی وطن برده و گوید، که اینجا وطنم خانه و کاشانه من است، که اینجا وطنم خانه و کاشانه من است. خاکی وطن بری سرم ارچه داشتی، خاکی وطن بری سرم ارچه داشتی، کین گلشن من و وطن و مدفن من است، کین گلشن و کین گلشن من و وطن و مدفن من است. صحبت به رفیق نسرین منصور میرسد. بفرمایید رفیق نسرین. رفقا و دوستا، لحظات تلخ بدرود ابدی با پیکر بیجان رفیق و همدم روزهای سخت پیکار ما فرا رسیده است. سینه ها لبریز فریاد است، دانه های عشق بدرود بر صف مژه ها قطار ایستاده است، تا در رهگذر تابوت انصار شوند که قالب تن اناهیتای ما را با آغوش مادر وطن برمیگرداند، و آغوش مادری که در نبود فرزندان آزاده و سردر کف خود سیاه پوشترین مادر روزگار است. چشم دوختن بر چهره مرگ از دریچه عاطفه نفرت انگیز است، ولی این مرگ علمزا برای کسانی که با حلقه کارنامه های درخشانش دیروز و امروز را به هم پیمان می زنند و روح ستیز و قیام بر حق دیروزشان را تا به امروز می رسانند و با روان جامعه عجیب می سازند، در میزان سنجش هر عاقل مرگ نه بل مژده جاودان شدن و نامیرایی مطلق آنان است. اناهیتای ما علمبردار آگاه پیکار زن در تاریخ سرزمین ما هم نمانده است. روح ستیزگر و فرهنگ شکوفای انسانی او در کارگاه فکری فرد فرد هستی جامعه در پیکر نسل امروزین کنون کرده است.